بیعت 98 نیز همانند بیعت‌های پیشین در جمهوری اسلامی رسوا و شرم‌آور است، چه از حیث خرید صلاحیت و نامزدی و خرید فروش رأی، چه از جهت تقلب و مهندسی صندوق‌ها، چه از حیث مهندسی نامزدها و چه تمهید همه مقامات برای اعزام از ما بهتران به کرسی‌های مجلس شورا و خبرگان. این رسوایی‌ها فراتر از رد صلاحیت افراد به دلیل شرکت نکردن در نماز جمعه یا رد صلاحیت یک امام جمعه به دلیل التزام نداشتن به اسلام است. حکومت همیشه اصرار داشته است که اعضای مجلس همه بله قربانگوی 100% باشند و این امر برای بیت تضمین شود. این نمونه ها در جمهوری اسلامی و برنامه ها و سیاست هایی که دارد بسیارند و در بیعت های گذشته هم سابقه دارند. در این برنامه به چند مورد خاص و گویا از این رسوایی و شرم‌آوری مکرر اکتفا می کنم. تنها دو نامزد در قم برای بیعت میان دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری تایید صلاحیت شدند. طلبه‌ای جوان به نام رضا پور صدیق و محمد یزدی. از میان 57 ثبت نام شده 26 نفر صلاحیتشان احراز نشد. از میان 28 نفر باقی مانده محمد یزدی و رضا پور صدیق تایید صلاحیت شدند و 29 نفر انصراف دادند. روشن است که برای بی‌رقیب ماندن یزدی 56 رقیب را با وعده پاداش و تنبیه کنار زده اند و یک طلبه جوان ناشناخته را برای درست کردن صورت ظاهری انتخابات نگاه داشته اند. علی مطهری در نامه‌ای به شورای نگهبان در اعتراض به رد صلاحیت خود می‌گوید: یکی از حقوقدان‌های آن شورا گفت شما در نطق خود گفته اید نهم دی اگر بنا باشد موجب تفرقه شود دیگر یوم الله نیست بلکه یوم الشیطان است. گفتم درست است، الان هم همین را میگویم. گفت شما باید همان جمله آقا را بگویید. گفتم من جمله خودم را گفتم، جمله ایشان هم به جای خود. و البته از اینکه چنین نگاهی در یک عضو شورای نگهبان وجود دارد متاسف شدم. علی مطهری در دورانی که دیگران با همین توجیهات رد صلاحیت شدند متاسف نشد و نوبت به خودش که رسید تراژدی را درک کرد. 40 سال سیاست‌های تحقیر کننده هنوز خیلی از وفاداران به حکومت را متاسف نکرده است. غلام رضا حیدری عضو رد صلاحیت شده مجلس میگوید روزی که به شورای نگهبان مراجعه کردم کنار آقای کدخدایی فرد دیگری به عنوان کارشناس پرونده را در دست داشت. آنچه مطرح کردند تمرکز روی نطق‌ها و به خصوص نطق 13 شهریور سال 96 بود. آنچه به عنوان اتهام با من در میان گذاشتند اظهار نظرهای سیاسی من بود. گفتند در نطق خود گفته اید که ما سفارت آمریکا را اشغال کردیم و نقطه آغازین شروع جنگ تحمیلی همین موضوع بوده و بعد از فتح خرمشهر جنگ را تا نوشیدن جام زهر ادامه دادیم. چرا این را گفتی؟ جنگ را امام ادامه دادند و گفتند که یک لحظه هم پشیمان نیستند. من در توضیحاتم گفتم اگر بعد از فتح خرمشهر ما صلح را میپذیرفتیم جنگ شهرها و بمباران تأسیسات ما شروع نشده بود و تازه عربستان حاضر بود 50 میلیارد دلار غرامت به ما بدهد و این خیلی به نفع ما بود تا اینکه در حالت اضطرار قرار بگیریم. در بخش دیگری از این گفتگو به من گفتند چرا در نطق خود گفتی هزینه های فعالیت برون مرزی ما در سوریه و یمن زیاد است و تحریم ها اثر گذاشته است
و تا زمانی که روابط ما با دنیا حسنه نشود، اوضاع بهتر نمی شود. من گفتم روی هزینه های برون مرزی نقد دارم. هنر ما در این است که در روابط خارجی بالانسی برقرار کنیم و منافع ملی کشور را در این وضع نمی بینم. رد صلاحیت افراد به خاطر چند اظهار نظر نشان می دهد که چه کسانی می توانند در ایران عضو مجلس باشند و حکومت چگونه به افراد می آموزد که مثل رهبر جمهوری اسلامی حرف بزنند. محمود صادقی عضو مجلس دهم در صفحه توییتر خود نوشت: در این دوره از انتخابات واسطه ها نرخ تایید صلاحیت را بعضن تا 4 میلیارد تومان بالا برده اند. چه شود این مجلس 11؟ در نظامی که ثروت و قدرت و منزلت در انحصار قشر حاکم است، اگر عده‌ای از یکی از این سه محروم شوند، می توانند با دیگری جایش را پر کنند. ثروت در دوران بیعت هم به کار خرید صلاحیت، هم به کار قرار گرفتن در فهرست نامزدهای جناحی که دوره قبل برای فهرست اصلاح طلبان در شورای شهر تهران حدود 2 میلیارد تومان بود و هم به کار خرید رأی می آید. حکومت به نمایش رقابت سیاسی در انتخابات نیاز دارد. به همین دلیل بعد از رد صلاحیت‌های گسترده به تعدادی که اصلاح طلبان بتوانند فهرست انتخاباتی درست کنند از صافی شورای نگهبان عبور داده شدند. بدین ترتیب شورای نگهبان نه تنها تعیین می کند که چه کسانی قابل بیعت هستند و چه کسانی حتما باید به کرسی ها دست یابند، لیست گروه ها را نیز برایشان تعیین می کند. حسن روحانی در مورد فرایند بیعت در ایران می گوید: من که نمی پسندم این شکلی که الان ما صندوق آرا داریم. حالا دیگه چاره نداریم. هرچه هم با آقای وزیر کشور در هر دوره ای تأکید کردیم، به هر حال نشد که این انتخابات را الکترونیکی کنیم. افغانستان هم این کار را کرد. این کار را بکنیم، این که چیزی نیست. آخر این چیست 2 مرتبه روی ورق بنویسد، 2 مرتبه در صندوق بیاندازد و باز یکی میخواند، یکی علامت میزند و معلوم نیست آن چه چیزی را میخواند و این کجا را علامت میزند. بعد همه که علامت زدیم، یا حسین تجمیع. و آخر که میخواهند تجمیع کنند، چه بساطی پیش می آید آنجا، باید مراقب و مواظب باشیم. خیلی از انتخابات در تجمیع مشکل پیدا می کند. هیچ کس برای بی اعتبار کردن بیعت در جمهوری اسلامی بهتر از رئیس قوه مجریه نیست. البته اگر نزدیکان و هم محفلی های روحانی نامزد شده و به مجلس راه می یافتند، ایران برای وی درخشانترین دموکراسی در دنیا بود. چهار منبع مشخص برای هزینه‌های تبلیغات انتخاباتی وجود دارد. پول‌های کثیف که از کسب و کار مواد مخدر به دست می‌آید. علی هاشمی دبیر کل سابق ستاد مبارزه با مواد مخدر و رحمانی فضلی وزیر کشور دولت روحانی ورود پول‌های کثیف به فرایند انتخابات را تایید کرده اند. منابع غیر شفاف بیت و سپاه که هیچ نظارتی بر آنها ممکن نیست، مثل قاچاق و پولشویی و برای نامزدهای نزدیک به این دو نهاد مصرف می شود. منابع ناشی از خصوصی سازی و امتیازات ناشی از اختصاص ارز و وام‌های ارزان قیمت به عنوان جبران خاص خرجی های دولت به بخشی از نامزدها تعلق می گیرد و توزیع امکانات دولتی در ایام انتخابات توسط نهادهایی که مدیریت آنها در دست جناح‌های سیاسی است، مثل کمیته امداد. این نوع تأمین منابع در همه دوره‌ها جریان داشته و دوره 11 استثنا نیست.
بنا به ادعای شورای عالی سیاستگزاری اصلاح طلبان در یک بیانیه، تکلیف بیش از 160 کرسی مجلس از پیش معلوم است و اساساً هیچ رقابتی در آنها حتی بین اصولگرایان نیز شکل نخواهد گرفت و در نزدیک 70 کرسی در بهترین حالت رقابتی کمرمق فقط بین اصولگرایان برقرار است. بدین ترتیب رد صلاحیت‌ها و چینش نامزدها به گونه ایست که بیت و سپاه می دانند چگونه مجلسی شکل خواهد گرفت. رأی‌گیری که نتیجه اش از پیش معلوم است دیگر انتخابات نام نمی گیرد.